ببینید، دو تا مسئله رو عنوان کرد، شاید سه تا. یکی اینکه گفت تا شب ترامپ جلو بود توی این ایالت ها و بعد یهو نصف شب بایدن جلو افتاد. درسته؟ ببینید، ما دو مدل رای داشتیم توی آمریکا، یکی رای های پستی بودن و یکی رای هایی بودن که روز انتخابات به صورت حضوری، البته قبل از روز انتخابات هم حضوری بود ولی بیشتر این دو نوع بودن. بعضی ایالت ها اجازه داشتن که قبل از روز انتخابات این رای های پستی رو بشمرن، همینجوری که میومد بشمرن و همون اول اعلام کنن نتایج رو، یعنی اون روز انتخابات، عصر انتخابات که تموم شد اینا رو اعلام کنن. مثلا ایالت های مثل فلوریدا، تگزاس، اوهایو، اینها از این دسته بودن. بعضی ایالت ها ولی اجازه نداشتن این کارو بکنن و باید صبر میکردن، انتخابات به صورت کامل تموم میشد و بعد در واقع آرای روز انتخابات رو میشمردن، وقتی تموم شد شروع میکردن آرای پستی رو بشمارن و همین باعث شد که خیلی طول بکشه. اما اتفاقی که افتاد، اون ایالت هایی که اول آرای پستی رو شمردن که فلوریدا، تگزاس و اوهایو از جمله بودن، ابتدا بایدن جلو افتاد، یعنی این ایالت ها آبی شدن. فلوریدا، تگزاس و اوهایو، اگه دوستان یادشون باشه اون شب انتخابات رو، اینها آبی بودن تا ساعت مثلا 11 شب به وقت نیویورک، اما بعدن رای های روز انتخابات اومد و اینها برگشتن به سمت ترامپ و رفتن توی و اعلام شد به نفع ترامپ، هر سه این ایالت. اما ایالت های دیگه مثل پنسیلوانیا، مثل ویسکانسین، مثل میشیگان، مثل جورجیا، اینها ایالت هایی بودن که مجلس این ایالت ها اجازه نداده بودند که رای های پستی شمرده بشه قبل از انتخابات و باید بعد از اینکه آرای روز انتخابات شمرده میشد آرای پستی شمرده میشد. اتفاقی که افتاد این بود که ترامپ بسیار جلو افتاد و بعدن که آرای پستی رو شمردن بایدن اومد و در واقع نهایتاً برد این ایالت. حالا دلیل این اختلاف چی بود؟ چرا مثلا روز انتخابات با آرای پستی اینقدر فرق میکرد به نفع یکی از دو کاندیدا؟ این بود که ترامپ در چند ماه اخیر همش اصرار میکرد به طرفدارانش که رأی پستی رو ازش استفاده نکنن و حتما برن در روز انتخابات برن رأی بدن و خب طرفداراش هم به حرف در واقع رهبرشون گوش کردن و چنین کردن و بیشتر آرای ترامپ متمرکز شده بود روی آرایی که در روز انتخابات به صندوق ریخته شده بود. اما از اون طرف دموکرات‌ها خیلی اصرار داشتن به طرفدارانشون که در واقع قبل از روز انتخابات و به صورت پستی آرای خودشون رو در صندوق بندازن یا پست کنن که اون در واقع ازدحام ایجاد نشه به خاطر کرونا و دلایل دیگه، چون خیلی ها مثلا اگه بخواد در همون روز برن خب صفای طولانی ایجاد میشه و ممکنه خیلی ها منصرف بشن و رأی ندن و ممکن بود مثلا اینا رأیشون کمتر بشه. به خاطر هم این در واقع اختلاف وجود داشت که دموکرات ها بیشتر ترجیحشون آرای پستی بود و جمهوری خواها آرای روز انتخابات و این باعث شد که در واقع این چیز رقم بخوره که ترامپ بسیار جلو بیفته. در پنسیلوانیا 700 هزار رای جلو بود، در آریزونا 600 هزار رای، نمیدونم در میشیگان 300 هزار رای، در ویسکانسین 150 هزار رای جلو بود، اما وقتی آرای پستی شروع کردن به شمردن این اختلاف کمتر و کمتر و کمتر شد و نهایتا در هر چهارتای این ایالت ها باخت انتخابات رو ترامپ. به عبارت دیگه طرفدارای ترامپ یه مقدار احمق‌ترن، به خیلی براشون کرونا مهم نیست و حرف ترامپ هم انقدر داگماتیک قبول میکنن که وقتی که میگه با میلینگ بلت ووت رای ندین اینا میگن خب باشه، بعد میگه ای چی شد پس ما ترامپ گفت میلین بلت ووت ندین با بعد که رای نیوردن میلین بلت میگه ای چرا با رای ندین، خب خودت گفتی با اینا رای ندین، خودت به همه طرفدارات میگی اینجوری رای ندین، فقط برین اون برین دم جای برین خودتون پاشین برین رای بدین به جای اینکه میل بکنید. بعد میل بعد میپرسی چرا رای ندادن، خب از همه پیش اینجوری که به همه میگفتی که میلین بلت ووت ندین همه پیش بینی کردن، رای پستی منظور میلین، رای پستی، خب ترامپ به همه میگه رای پستی ندین، خودتون پاشین برین رای بدین، بلکه رای پستی نیورده از همشون میگن که ما چرا رای پستی نیوردیم، همه هم پیش بینی کرده بودن، تو اینقدر همه گفتی بودی رای پستی اعتماد نکنین خودتون پاشین برین، همه پیش بینی کرده بودن، واضح بود اولش که رایای صندوقو میشمارن بیشتر ترامپ، یعنی بیشتر طرف ترامپ خواهد بود، بعدش که میان همون رای پستی رو میشمارن یه مقدار عوض میشه به خاطر دموکرات‌ها، به خاطر کاری که خودتون کردین. بعدم که
اینا میگن ای چرا اینا، بعد میگن که اینا چرا پیش بینیشون درست در اومد، پس اینا حتما دیپ استیتن، اینا همه چی رو کنترل میکنن. خب واضح بود که اینطوری میشه، عجب خیلی من. دقیقا حالا یه موردی رو باز توی این ویدیو گفت، گفت که لوله آب ترکیده بود و فاضلاب و این صحبت ها. ببینید این اتفاق در ایالت آریزونا افتاد، توی ماریکوپا کانتی. ماریکوپا کانتی در واقع شهرستانی هست که فکر میکنم شهر فینیکس و در واقع حومه فینیکس توش هست. و جالبه که توی آریزونا برعکس بقیه ایالت ها بود، یعنی در ابتدا بایدن خیلی بالا بود، چند صد هزار رای جلو بود و هی هرچه جلوتر می رفتیم این فاصله رو هی ترامپ کمتر می کرد. و این بحث فاضلاب که پیش اومد و این در واقع لوله آب ترکید یا هر اتفاقی که افتاد و اینها رفتن چند ساعت برگشتن، این هی آرای ترامپ بود که هی بیشتر می شد. یعنی اگر بخوایم با همین منطق جلو بریم، این در واقع توطئه ترامپ دوست ها بود که، و البته در واقع محلی های اونجا هم همشون جمهوری خواه بودن. البته من این ادعا رو نمی کنم، دارم میگم اگه با این منطق جلو بریم، یعنی چون اون هی ترامپ بود که داشت 60% 70% رأی می آورد و اون اختلاف مثلا 140,000 150,000 که داشت با بایدن توی آریزونا هی داشت کاهش پیدا میکرد و نهایتا فکر کنم به 10,000 یا کمتر از 10,000 رسید. و این اون زمانی بود که چیز رسید، باعث شد که چند ساعت تاخیر بیفته و اینها. یعنی این پروسه به نفع بایدن نبود و به نفع ترامپ بود. عذر میخوام، من توضیحم خیلی طولانی شد در این مورد. نه این آره، یه واقع توضیحات کوتاه‌تر کن چون این ویدیو مقدار طولانی بایدن و بعد تعداد بیشماری از مرده. نگاه کن مدرکشو، نگاه کن، میگه که تعداد بیشماری از مرده ها رای دادن. مدرکش چیه؟ یه تویت با عکس قبرستون، این مدرکشه. این تعداد... این آدمیه که اون چیزه، اون ماسک شیمیایی رو برده بود تو کنگره آمریکا مسخره میکرد کرونا رو. یعنی همچین آدم عظمو احمقیه که مسخره میکرد ماسک زدن رو. نگاه کن مدرکشون اینه، اینا همین آدمه، این کیونانایی که آدمه هر کسی روی تویتر چک مارک بلو چک مارک داره رو مسخره میکنه. نه یه کنگرسمن هست، کنگرسمن میدونم، ولی اگه این طرفدار خودشون باشه اینو میاره میذاره که نگاه کنه یه نفر با این همه بالا مقام میاد یه همچه حرف میزنه، پس حتما درسته. مدرکشون که آدمای مورد رأی دادن اینه که یه کسی با یه بلو چک مارک رو توییتر، یه آدمی که واقعا خودش هم انقدر احمقه، میاد میگه که آها آدمای مورد رأی دادن عکس قبرستون میاره. مدرکشون اینه. دادگان به بایدن رأی دادن. من اینو چک کردم، چه عوامل عجیبی در لحظه آخر به نفع بایدن عمل کرد. این یه اینو خوب ترجمه نکرد، این یه جوک گفت. I fact checked that. این داره علیه فکت چکرها حرف، یه جوکن، یه انگلک انداختنم چیه. کووید 19 هم به نفع بایدن بود. چطور شهرهای کوچک بیش از جمعیت ساکنینش به بایدن رأی دادن؟ پنسیلوانیا 1.8 میلیون رأی دادند، در صورتی که در شمارش 2 میلیون بود. ببین این خیلی جالب، اینو البته اریک اینو میذارم جواب بدید چون که من میدونم اینو، این خیلی شنیدم، ولی این قبلش الان داشت میگفت که کووید به نفع بایدن شده. این بدونی که بگه که کووید خودش مثلا یه چیز دروغیه نمیخواد بگه، برای اینکه این یه چیز خیلی گنده تری میشه. خب ولی میگه که کووید به نفع بایدن شد که اون کسایی که دارن نگاه میکنن که فکر کنن کووید هم مثلا یه چیز دروغیه بگن که آها پس اینم جزء نقشه‌شون بوده. یعنی بدون که بگه داره اینم، این گوشت قرمزم داره برای این کسایی که سگای ترامپ میندازه. ولی این حرفش رو اریک حتما خیلی شنیدی که میگن که تعداد کسایی که رأی دادن از تعداد مثلا فلان شهر بیشتر بوده اونا. آره ببینید، البته ادعایی که میکنن اینه که میگن تعداد رأی دهندگان از تعداد افرادی که رجیستر کرده بودن برای رأی دادن بیشتره. تعداد رای ها از اونایی که رجیستر کرده، اونایی که ثبت نام کرده بودن برای رای. اما مسئله اینه که خیلی از ایالت ها ثبت نام همان روز داره، یعنی شما تو همون روزی که میخوای بری رای بدی میتونی بری ثبت نام کنی. یعنی شما تو لیست ثبت نامی هم نیستی، میری ثبت نام میکنی و میری رای میدی. این یه بحثه. و ثانی یعنی که درست نیست اصلا. مثلا میگفتن توی میلواکی و ویسکانسین بیشتر از تعداد ثبت نامی ها رای دادن، در حالی که ما چک کردیم دیدیم 49% اهالی ویسکانسین رای دادن و نه بیشتر از. و این بابا... من میتونم اصلا پیدا کنم الان که عرض به خدمت شما بفرستم که این 49% توی سایت شهرستان در واقع خود میلواکی این اومده. یعنی ادعاهای غلطی هست و برفرض اگر درست هم بود این به معنی تقلب و اینها نیست، چرا که شما میتونید تو همون لحظه، از جمعیت بیشتر نیست، از تعداد ثبت نامی ها. بله بله.
آره اینم same day registration براشون هست، برای این تعداد میتونه یه دفعه زیادتر بشه. بابک جان، کسایی که از من و اریک بدشون میاد الان ناراحتن که تو چرا حرف نمیزنی، یه چیزی بگو. خب آرمی جان، من این فیلمو خودم فرستادم برای تو که بذاری پخش کنی، که عملا خب نظریات منم هست خیلیاش، خب و خیلی از دوستان دیگه، و میخوام عملا نظر شما دو تا دوستان در مقابل این سوالات بدونم چیه. باشه باشه باشه. خب به این علت که سکوت کردم دارم گوش میدم که شما چی میفهمید. باشه باشه. این گیشگله پد کاری که این داره میکنه، بتون توضیحش بدم. فیلم ادامه بدیم. و در آخر رایگیری دومینیون که با ونزوئلا هماهنگی و همکاری تنگاتنگ داشت. با دستکاری شمارش آرا نتیجه رایگیری رو به نفع بایدن تغییر داد. تقلبی که داده‌های ما رو در اختیار روسیه، چین و ایران گذاشت. زمانی که شمارش آرا خبر از برتری ترامپ به بایدن داد، سیستم رایگیری دچار مشکل شد و تصمیم به توقف شمارش آرا گرفتند یا به خانه‌هاشون رفتند. اون اتفاقات تا به حال در تاریخ. اینو میخوای جواب بدی؟ آره. خب ببینید، اینا یه بار توسط دستگاه شمرده شد، بعدن که دیدن نزدیکه دستی شمردن، و وقتی دستی شمردن دیدن همون نتیجه‌ای که دستگاه داده بود چیز کرد، و میلیون ها دلار هم خرج شد، هم در ویسکانسین و هم در جورجیا. اینا دو بار سه بار دستی شمردن، و پولش هم البته تو ویسکانسین تو کمپین ترامپ داد. جالبه که 80 رای هم بایدن به تعداد رایش بیشتر شد، 83 رای فکر کنم وقتی دستی شمردن. وقتی دستی میشمردن دیگه بحث دامینیون و دستگاه اینا دیگه منتفی میشه، چون همون رأی ها هستن. شما یه بار میدی دستگاه میشمره، یه بار مثلا این پولو دیدی تو بانک ها میدی مثلا دستگاه بشمره و بعد دستی میشمره. وقتی دیگه دستی شمردی دیگه بحث دستگاه دیگه منتفی میشه. یه ادعای خیلی جالبی هم که دارن انقدر، ببین اینم گفت البته، اینا فکر میکنن که اینا دستگاهشون رو جوری دور تنظیم کرده بودن که کسایی که به ترامپ رای میدن عوض بکنه به بایدن، ولی این انقدر مردم آمریکا، انقدر مردم آمریکا به ترامپ رای دادن که این کامپیوترشون اصلا شوکه شد، نتونست مصاحبه بکنه، تعداد عدد رو نتونست عوضش کنه، همه چی به هم خورد، برای همین تونستن بفهمن. خب یعنی اینا فکر میکنن مگه قدرت یعنی این چی کامپیوتر مثلا 50 سال پیشه که عددهای میلیونی رو نتونه ثانیه محاسبه کنه؟ اینا چقدر اصلا باور کن. یک مورد، البته یک مورد اینو بگم، یک مورد توی یکی از شهرستان‌های ایالت میشیگان یک اشتباه نرم افزاری رخ داده بود و رای ها عوض شده بود، چند هزار رای، 6000 رای حدودا، که 2500 رای بایدن رو بیشتر از ترامپ نشون داد، در حالی که خب شهرستانی بود که شهرستان جمهوری خواه بود و قاعدتا باید ترامپ برنده میشد، و خب اینا اینو فهمیدن، سری دستی شمردن، دیدن بله خب اشتباه شده و عوض کردن به راحتی. و در جاهای دیگه هم که دستی شمردن اتفاق نیفتاد، یعنی این طور نبود، اگر اشتباهی رخ میداد همون موقع اصلاح میکردن. درست. این اشتباه های این کوچیک اینطوری انتخابات قبلی هم اتفاق افتاده و بعدن چک شده، و بعدن رفتن هر موقع که اشتباه اینطوری شده رفتن چک کردن و عددش درست کردن. یعنی اشتباه 100% خواهد شد، ولی معمولا پیدا میشه و بعد درست میشه. اشتباه گفتم که ویسکانسین هم 80 رای به رای بایدن اضافه شد، یعنی از اونجا قضیه بفهم بگیم تقلب. آره. یعنی تقلب، یعنی اشتباه هایی هم بوده که اتفاقا یعنی پیدا درست کردنش به نفع بایدن شده. آره اینم درست.